با سلام و آرزوی بهترین ها خدمت دوستان و بینندگان عزیزم. امیدوارم هر کجا که هستید خوش و خرم و سلامت باشید. همونطور که میدونید هوا داره یواش یواش سرد میشه و درخواستای زیادی داریم برای آموزش انواع سوپ و آش. امروز به درخواست یکی از دوستای خوبم میخوام یکی از آش‌های خوشمزه و معروف آذربایجان و اطراف جلفا رو بهتون آموزش بدم. اسم این آش هست آش قورت قیله. قورت قیله، قیله در زبان ترکی یعنی تکه‌های کوچک گوشت که در زمان‌های قدیم این گوشت‌ها رو تو خمره‌های بزرگ روغن نگهداری می‌کردند و برای مردم از ارزش خاصی برخوردار بود. آش قورت قیله به اعتقاد بعضی از قدیمی‌های ما که میگن اگر این آش رو در زمستان و پاییز تهیه کنید و بخورید، در زمستان به هیچ عنوان سرما نمیخورید. امیدوارم که همینطور باشه. ولی میتونم این اطمینان رو به شما بدم که این آش واقعا خوشمزه است و رقیب خیلی سرسختی برای آش رشته است. اگر یک بار این آش رو بپزید بهتون قول میدم مشتری دائم این آش میشید. پس بریم با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. مواد لازم برای تهیه آش قورت قیله: برنج نیم دانه ایرانی، نصف پیمانه پلوپز که باید بشورید و یک ساعت قبل خیس کنید، بلغور گندم، یک پیمانه پلوپز که اونم حتما پاک کنید و یکی دو ساعت قبل خیس کنید، لوبیای چشم بلبلی که میتونید اگر نداشتید به جاش لوبیا سفیدم استفاده کنید، 1.5 پیمانه پلوپز که اونم میشورید و 2-3 ساعت قبل خیس میکنید، سیر 1 بوته، بادمجان متوسط 2 عدد، فلفل سبز تند 2 عدد که در صورت دلخواه میتونید میزانش رو زیاد کنید، گوجه فرنگی متوسط 4 عدد، پیاز نگینی خرد شده متوسط 2 عدد، لوبیا سبز که من اونو شستم و به این شکل خرد کردم 2 پیمانه پلوپز، آب گوشت که میتونید از آب قلمم استفاده کنید 3 لیتر. اگر آب گوشت نداشتید میتونید از عصاره گوشتم استفاده کنید به میزان 3 عدد. کشک به میزان لازم. فلفل، زردچوبه، نمک به میزان لازم. زیره 1 قاشق چایخوری. نعنا خشک که میخواییم برای نعنا داغ استفاده کنیم به عنوان تزیین، خشکش 1 قاشق غذاخوری. سبزی شامل تره خرد شده 100 گرم، جعفری خرد شده 100 گرم، ریحان خرد شده 200 گرم. خب عزیزان، ابتدا بادمجونایی رو که داشتیم پوست میکنیم و به این شکل تقریبا 2 سانت خورد میکنیم و 1 ساعت داخل آب نمک قرار میدیم تا تلخیش گرفته شه. داخل آب کش میریزیم و کنار میذاریم. 4 عدد گوجه فرنگی رم که داشتیم نگینی درشت خورد میکنیم و اونم کنار میذاریم. خب عزیزان، قبل از هر چیز برنج و بلغوری رو که خیس کرده بودیم داخل ظرفی که میخواییم آشمون رو آماده کنیم میریزیم و اون 3 لیتر آب گوشت رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا کاملا بلغور و برنجمون بپزه. خب عزیزان، تا بلغور و برنجمون در حال پخته
توی یه ظرف جداگانه لوبیا چشم بلبلی ها رو میریزیم و یک لیوان آب بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا لوبیا چشم بلبلی هامون تقریبا نیم پخت بشه. به این دلیل این کار رو انجام میدیم چون لوبیا چشم بلبلی وقتی میپزه آبش خیلی تیره میشه و آشمون و رنگش رو خراب میکنه. بعد از این که نیم پز شد توی آب کش میریزیم، یه آب روش میگیریم و بعد داخل آشمون میریزیم. خب عزیزان، تا حبوباتمون آماده پختن میشن، ما توی یه ظرف جداگانه توی ماهیتابه بزرگ مقداری روغن ریختم و پیازامونو میذارم تا یکم سرخ بشه و سبک بشه. خب عزیزانم، وقتی پیازامون در این حد تفت خورد، یک مقدار رنگش تغییر کرده و سبک شده. تو این مرحله بادمجونایی رو که نگینی خورد کردم و توی آب نمک خوابوندم از آب نمک خارج کردم، توی آب کش ریختم و به پیازمون اضافه میکنیم و یک مقدار با پیازمون تفتش میدیم. زمانی که بادمجونا رو به پیاز اضافه میکنیم، حرارت زیر گاز رو زیاد کنیم تا بادمجونا روغن زیادی جذب خودشون نکنن. حدوداً 5 دقیقه بادمجونا رو با پیاز تفت بدید. خب عزیزان، حدود 5 دقیقه بادمجونا رو با پیاز تفت دادم. ما نمیخواییم بادمجونامون سرخ بشه، همین در همین حد که تفت بخوره کافیه. تو این مرحله لوبیا سبزا رو اضافه میکنیم. 5 دقیقه لوبیا سبزا رو با پیاز و بادمجون تفت میدیم. دقیقه هم که لوبیاها رو با بادمجون و پیاز تفت دادیم، تو این مرحله یه بوته سیر داشتیم که من رنده کردم، داخل موادمون میریزیم، اونم یه تفت کوچیک میدیم. نمیخوایم سیرمون زیاد سرخ بشه. زردچوبه رو اضافه میکنم. یه قاشق مرباخوری زردچوبه کافیه. حالا فلفل سیاه. تست این آش به تندی میخوره، ولی شما هر جور دوست دارید خودتون میتونید طعمش رو تنظیم کنید. ادویه ها رو هم که یک مقدار تفت دادیم، حالا گوجه فرنگی هایی رو که نگینی خوب کردیم بهش اضافه می کنیم. دو دقیقه گوجه فرنگی ها رو تفت می دیم و موادمون رو کنار می ذاریم. زیره و فلفل سبز رو تو آخرین مرحله به آشمون اضافه میکنیم. همین مقدار که تفت خورد کافیه. زیر گاز رو خاموش میکنیم و موادمون رو کنار میذاریم. میریم یه سری بزنیم به بلغور و برنجمون. تقریبا یک ساعت گذشته و همونطور که میبینید بلغور و برنجمون کاملا پخته.
میذاریم یک مقدار دیگه بجوشه و بعد مواد گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنیم. این لوبیا چشم بلبلیه که من گذاشتم جداگانه بپزه. همونطور که میبینید در زمانی که داره میپزه آبش کاملا سیاهه. حالا شما این آب و داخل آبکش میریزید، یک مقدار آب روش میگیرید تا رنگ لوبیا چشم بلبلیامون شفاف بشه و بعد به برنج و بلغورمون اضافه میکنیم. خب عزیزان، فلفل سبزای تندی رو که داشتیم، من فلفلای من خیلی تند بود، از وسط برش زدم، داخلش خارج کردم تا یک مقدار از تندیش کم بشه. به این شکل حلقه حلقه کردم و در آخر پخت به آشمون اضافه میکنم. عزیزان، برنج و بلغور ما کاملا پخته. حالا تو این مرحله مواد گوجه فرنگی و لوبیا رو به آشمون اضافه میکنیم. سبزی رم تو همین مرحله به آش اضافه میکنیم. سبزی رم اضافه کردم. در ظرف رو میذارم تا سبزیمون بپزه. خب عزیزان، حدود 5-6 دقیقه گذشته. حالا لوبیا چشم بلبلیایی رو که شستم داخل آش می‌ریزم. حالا اجازه میدم تا کاملا آشمون جا بیفته. خب عزیزان، حدود 25 دقیقه دیگه گذشته. تو این مرحله فلفلا رو اضافه میکنی. زیره رو اضافه میکنیم. زیره هم اگر دوست نداشتید میتونید اضافه نکنید، ولی طعم خیلی خوبی به غذامون میده. حالا یه قاشق غذاخوری پر کشکم داخل آشمون میریزیم. واقعا رنگ و بوی خیلی خوبی به خودش گرفته. بعد از اینکه کشک توی آش حل شد، تو این زمان نمک رو اضافه میکنیم. اول بچشید، چون بعضی از کشکا نمکشون خیلی زیاده، به خاطر همین شما اول بذارید کشک حل بشه، حل که شد نمک رو اضافه کنید. 2 دقیقه که روی حرارت بمونه آش ما آماده سروه. همونطور که میبینی رنگ و روی خیلی خوبی به خودش گرفته. حرارت رو کم کنید، بذارید تا 2-3 دقیقه آشمون همراه با کشک بجوشه. غلظتش هم همونطور که میبینید عالی شده. سرو شده این آش خوشمزه رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. آش قورقیله ما آماده شد. من اونو با زعفرون دم کرده، کشک و نعنا داغ تزئین کردم و تقدیم میکنم به همه هموطنای عزیزم. این آش واقعا خوشمزه، خوشخوراک و پرخواسته. کسایی که میگن ما عاشق آش رشته ایم، اگر یه بار این آش رو بخورن دیگه همچین حرفی نمیزنن.
امیدوارم که این آموزشم مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. تا یه آموزش دیگه، شما دوستای خوبم رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.